در جستجوی حقیقت، در جستجوی حقیقت. برنامه از رادیو کتاب. باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی. در جستجوی حقیقت، روزنه بسوی آرامش روانی و امنیت ملی. در جستجوی حقیقت، همگام راستان در مسیر راستی. در جستجوی حقیقت. پای درد دل دکتر صاحب فخرالنسا میشینیم. نحمد و صلی علی رسول کریم. اما بعد حضور شما همه عزیزا سمون السلام علیکم و رحمت الله و برکاته عرض میکنم و به روح پاک شهدای گمنام افغانستان درود و صلوات میفرستم. اللهم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید. در محفل خود را آمدی همچومنی را افسرده دل افسرده کند انجمنی را. سخنای همه عزیزا را شنیدم. دردی را که نیم قرن استخوان ما را سوخته، در صدای هر یک از عزیزان احساس کردم. در سینه ام دوباره غم جان گرفته است، در سینه ام دوباره غم جان گرفته است و امروز دلم یاد شهیدان گرفته است. تا لحظه پیش دلم گور سرد بود، اینک به یمن همت شما جان گرفته است. عزیزای گرامی، دردای خدا بیان کردم و قسمی که گفتم درد من بیشتر از درد شما آغاز شده بود. درد من از وقت آغاز شده بود که علامه فیضانی در سال 1352، نه بلکه پیش از سال 1352، 6 بار به جرم حق گفتن به 34 های زندان از طرف حکومت سلطنتی محمد ظاهر شاه کشانده شد و دفعه هفتم به دوران داود خان در 28 قوس سال 1352 به عنوان کسی که میخواسته کودتا بکنه ظاهرا انتخاب شمی بود و در وقتی که بسا فیصله کردن گفتن اخلالگر امنیت، به حبس ابد محکوم شد. 18,000 چوب خورد، بیش از 100 بار دنده برقی و ناخونایش کشیدن و بساب کت مشت و لغت و اینا بساب گرده هایش دریدن. و یک سال بعد وقتی که من از زندان رفتم ملاقاتش، به پدر خودم اشرفتم. پدر من که بساب همیشه زندان دیده بود، این بار انسان دیگر شده بود، چهرهش، سیمایش، همه چیزش. به هر حال نمیخوایم دو در صحبتهای غم‌انگیز ادامه بتم، به خاطر از اینکه همه عزیزا گوشه از دردهای مرا بیان کردن. و چیزی را که من میخوایم در این برنامه بگویم که جرم علامه فیضانی چی بود که در زندان کشیده میشد. نه یک بار بلکه 7 بار و دفعه هفتم وقتی که به زندان کشیده شد باز دوباره پس نیامد، برای از اینکه دشخیمای خلق و پرچم پیش از اینکه کودتایشون به کامیابی برسه، شخصیت‌های نخبه افغانستان که اینا شناسایی کرده بودن که کی کدام کسا است که نور پخش میکنه و از طریق علم و معرفت جامعه را به طرف خداپرستی دعوت میکنه، اونو آدم‌ها را گلچین بکنن و به حساب داود خان معرفی کنن تا داود خان اونا را به حساب زندانی کنه و وقتی که یا به قدرت برسن با آسانی بتونن اونا را به حساب از بین ببرن. جناب علامه صاحب فیضانی یگانه عالم منور است از طریق فرهنگ کتاب و کتابخانی، از طریق تنویر، از طریق چلنج علمی برای جامعه افغانستان که در وقت به دو دسته تقسیم شده بود، دسته از روشنفکران، دسته از مثلا روحانیون و جوانان مسلمان مبارز و کسایی که به عنوان دین میخواستن در افغانستان حرکت های را سازماندهی بکنن. جناب علامه صاحب کتابخانه جور کرد در پیش روی مسجد عمر جان محمد عمر قندهاری و بعد از او امی کتابخانه خود انتقال داد به پیش روی مسجد جامع پلخشتی که دقیق همیشه از طرف حساب نمازگزارای زیاد اونجا می آمدن و جنابشون حتی گفته می شد وقت من بسیار خرد بودم که حتی دو وقت اینا فول تایم در اونجا تبلیغ می کردن و این سیلاب مدهشه از خونریزی و قتل و آدم کشی ده که سرآغازش از کودتای ننگین افت ثور آغاز شد و تا امروز روز ادامه داره، امیر در آثار خود پیش بینی کردن. من یک بخش بسیار مختصر از اونها را بر شما میخوانم تا شما بفهمین که
این ظالما چی جنایت را مرتکب شدن که قحط رجال در افغانستان امروز به میان آوردن. نخبه های افغانستان امیال هر یک از این فرزندهای شهیدا که صحبت کردن، هر کدام از یا بحری از معنویت، عرفان، عشق به نوع انسان و نجات افغانستان بود. اگر اینا می بودن، افغانستان اتو به تلاطم عظیم قتل و جالی مواجه نمی شد که امروز هر موریده که استعمارای شرق و غرب و چین و پاکستان و ایران بخواید در افغانستان نصب بکنن. به هر حال جنابشان در یک اثرشان که به نام فتاوی ضروری اصلی مطابق مذهب حنفی در سال 1346 چاپ شده، یعنی 55 سال پیش از امروز، چی نوشته میکنم؟ او کنون قضاوت را به قاریان کرام و علمای زول احترام میگذارم که آیا با این وهم وقوع فتنه در چنین عصر فحاشی و بیباکی که چون سیلاب مدهش به زور و قدرت و مقتدران سرازیر شده و به هر بابت دروازه پیشرفت دیده میشود، غیر از یک طرف آن هم دین دین دین، باید گفت که چی چرا پیش رانده نمی شود؟ اما جاده ها را به حد تنگ کردند که اظهار همچون حقایق را باید با مرگ نامعلوم استقبال کرد. فقط حالا درست روشن شد به نزد همه مردم افغانستان که بدخواهان دین و ریشکشان اسلام، همین مشت غدار، رشوتخوار، شهوت پرست و خودخواه بوده اینها بودند و هستند که هر کی رازشان را فاش و برملا کرد، با او دوسیه ترتیب و سرنوشتش را به مرگ و مال و منالش را تباه و برباد کردند که امی چیز شد. کتابخانهش را ضبط کردند و حتی موتره که داشتن امورم ضبط و مصادره کردن و مقدار پول ناچیزی که در خانه ما داشتیم که جنابشان یک نویسنده بسیار زبردست بودن و میخواستن آثار خود چاپ بکنن، 3 جلد اثر خود بسیار سختی اینا چاپ کردن که از زیر سانسور بساب چکش سانسور وزارت اطلاعات کلتور بساب باید میگذشت. بنا اینا گفتن که من باید یک کتابخانه که دارم، باید یک چاپخانه هم داشته باشم تا بتانم آثار خود و آثار دیگه نویسنده‌های مسلمان که زمینه چاپش برشان میسر نیست، امونا را با آسانی چاپ بکنم. امو یک مقدار پولی را که ناجم کردن، امو پول هم اینا ضبط کردن و با خود بردن، گفتن سرنوشتش را با مرگ و مال و منالش را تباه و برباد کردن. آخر ای قوم، باری خود فکر کنید که در زمانی که استعمار انگلیس بود، زعمای وقت ما را میکشتند و بیرحمانه از بین میبردند. اما پس از 47 سال استقلال، آیا میتوانید بگویید در 15 میلیون نفوس این مملکت کدام کس سر و سرور ماست؟ آیا غیر چوکینشینان حکومتی در همه این جامعه زکی و غیور هیچ کسی قابل سری و سروری نشد؟ یعنی در همه این زادگان غیور افغان که به تاریخ نابغه هایشان در اروپا و غیره ممالک دنیا چون سید جمال الدین افغان شهرت به سزای داشته و همه در عالم به وقت تمام استعمار بپا کرده بودند و غیره، چیست که پس از حصول استقلال در این بادیه که این نوابغ باز نروید؟ آیا خدای متعال به ما ارزانی نکرده بلکه داد؟ اما چی شدن؟ بله، در همین دخنه های وحشت انگیز به نوی از انواع سپرده و از بین برده شدند. این از شمعه از قدر غداران و کوچکترین صحنه اسلام برباد دهندگان اضافه تر خود تعمق فرمایید یا اولوالابصار. این در یکی از آثارشان بود. من یک قسمت دیگه از آثارشان هم میگم، چون گفتم داستان ما مشترک است. عزیزای ما گفتن درد حساب دوری و فراق پدر هر کدام ما چشیدیم و مخصوصا برادر عزیز ما که در آخر گفتن که اینا بعد از 6 جدی در 11 جدی حکومت وقت کارمل اعلان کرد که ما تمام زندانیان سیاسی را آزاد میکنیم. با عین حالت ما خودخانه بودیم، برادر استاد مذهبی با حساب جمعی از اعضای بزرگ خانواده لباس و غذا و اینا را آماده کردن که میرن بساب پدر ما از زندان پرچرخی میارن. نه تنها که بساب پدر ما آزاد نشد، بلکه ما دیگه کلان خیراتی که بساب برای همسایه ها آماده کرده بودیم که وقت پدرم بیایی را باز تقسیم میکنیم، امو را ما به غم برای کلگی تقسیم کردیم و تا امروزی روز که تقریبا 50 سال میشه چشم ما در راه هست که باز پدر آیا چی وقت میایه. هیچ وقت قلب ما قبول نمیکنه. میال خواهر ما زهره جان مجددی گفت که ما امیدوار هستم نمرهشان داشته باشم، ما میخوایم بیشتر از اونا بشنوم. به خاطر فرزند شهیدی هستم که 5 سال پیش از شما ما این درد کشیدیم.
ما درد به پدری را کشیدیم، ما درد ملاقات پدر را در از این هفته به این هفته کشیدیم، ما درد ملاقات پدر را در زندان کشیدیم. در روزهای عید دیگر ها در روز عید پدر از مسجد می آید، عید مبارکی می کنند، ما در زندان رفتیم عید پدر را مبارک گفتیم. به هر حال یک بخش از صحبت های از اونا را هم باز بر شما میگم که چرا کمونستا بعد از اینکه به قدرت رسیدن، اول توسط عمال کجیبی در 1352 قرار که گفتم اینا توطئه کردن که علامه فیضانی مثل علمای دیگه که پیشتر فرزندهای شهدا صحبت کردن، شخصیت است که جامعه را شور میتن از طریق قلم و از طریق زبان. او دایل سبیل ربی که بالحکمت والملعزت الحسنه نور در جامعه تولید میکنه. بنان این آدم ها باید نباشن، اینا باید به حساب در زندان انداخته شوند. اینجا است که کمونیست ها به هدف خود رسیدن و وقتی که به قدرت رسیدن چی میکنن؟ اینجا علامه صاحب در یکی از آثار خود بنام دروس سیاسی و اقتصادی به حساب میگه که لبلباب اقتصاد منبع پیشرفت و سدود عدم ترقی در ممالک پسمانده. آره استعمارگران جدید از اسلاف خود انگلیس که روزگار افتخار طلوع و غروب آفتاب را در قلمرو خیش داشتن، با آن همه قدرت بقای اضافه از صدها سال خود را هر مملکت باز که قوم نیرو یافتن، ایشان را به مفتزه ترین صورت از خاک خود کشیده، به طول این مدت اسارت هیچ علاقه به ایشان جز عده از مملکت ممالک بی کلتور و کلچر و تاریخی نیافتن. این عدم آمیزش و بیرون ریختن آنها از خاک خود از طرف ممالک تازه به قوت رسیده جهان درس زنده و آموزنده برای استعمارجویان و برکشان معاصر ما، یعنی USSR یعنی اتحاد جماهیر اشتراکی شوروی بود. طوری داده شد که پس از تسلط یافتن و بر مرز و بوم ممالک ضعیف باید آن نیرو و قوتی که میتواند زمانی با گذشت قرون سر هم شود و در برابرشان قد علم کنند و چون اسلافشان یعنی انگلیس ها آنها را از خاک خود بیرون کشند، بایست اول به خوبی تمام دست نشاندگانشان ناخودآگاه خیش را به کلی از بین ببرند و اجیران آگاه و ناآگاه را از هر نگاه بر اوضاع مسلط کرده و به نابودی همه جانبه آنها یا همه آثار و مظاهرش مساعی پیگیر را با نقشه های منظم و تکتیک های کامل به کار اندازند. بر روی حقایق این واقعیت که اتحاد شوروی به خیش دانستند که اسلام و وحدت از وحدت اولین ضربه مرگبار بر پیکر استعماریشان بوده و سپس شهامت ملی و غرور تاریخی و عنعنات مردم نیز به ترتیب رول مهم در بیرون ریختن اجانب از خاک خود آنها شمرده شده است. از این رو با اندل فرصت قدرت بسازای برای امهای استعمار به دست آوردن. پس با درک این حقایق انکارناپذیر، پیش از یافتن سلطه تمام به عیاری تمام عیاری های استعماری خود، شوروی ها به بنابودی اساسات سلیم اسلام و دین و مذهب با ایجاد تزلزل در عقیده و دین و مذهب و غیره به هر نوعی که شد و شد و شود فتنه انگیزی های کرده و جامعه را به نیش به هر نوع نیش زدن خود مسموم و مسمومتر ساخته و از هر نگاه به اصطلاح ایشان را به عزت و وطن فروش و سرسپرده دروازه های خود بار آورده و غلام زدگان در خیش در درگاه خیش می سازند. باز اینجا میگه که چی گفتن که جناب علامه صاحب میگه که مقررات در اکثر قراردادهای استخراجی منابع طبیعی 49 چنین است که 49% را ممالک مملکت کارگر و 51% را مردم خود خاک سهم میگیرند. با این همه نفع سرشار باز هم که کار به اینجا انجام نیافته، از عمال ملت ادعی را با خود هم نوا ساخته، به طور غیر مستقیم و حتی بعضا مستقیم به انواع گوناگون از محصولات مملکت قسمت اعظمشان را کارشناسان به دخل و درآمد مملکت خیش میرسانند. خصوصا کمونیست ها که پیش از ورود خود به استفاده از فرصت به طرق قسم و قسم بعضی یا عده جوانان را گول زده و به مسالک خود با تطمیع پول و قدرت جوانها را با استفاده از سم عیاشی طوری که می دانند قسم و قسم مسموم و معتاد کرده و با منقاد خودها نموده و هرچی خواهند توسط این اجیران داخلی یعنی خلق و پرچم کرده و می کنند، که البته غربی ها نید در زمینه دست کم از شرقی ها ندارند. و این قدر تفاوت که شرقی ها برای مدغم ساختن خاک و بردن همه حیثیت شرافت ناموس و دین و دیانت و اسلامیت و هر نگاه فعالیت دارند، ولی
غربی ها فقط سرمایه را بردن و منافع خود را قوی و قوی تر نمودن و انتها بازارهای بازاریابی های تجارتی را برای مملکت خیش پیشتر کردن مرام اکمل و اتمشان است. خلاصه اگر آثار جناب علامه صاحب ما بخوانیم، در هر کدام از یا به نوعی از انواع ظلم و ستمی را که استعمار شرق و غرب به حساب پلان هایی که داشتن اینا برملا کردن، به همین جرم استعمار سرخ اونا را روحشان جسمشان زندانی کرد و استعمار غرب روحشان زندانی کرد که اموت شخصیت ها تا امروز که رادیوی کتاب و یا خود امی فامیل های شهدا اگر سالواره های تگیلی از اونا میگیرن دیگه کسی این شخصیت های خبیر نمیشناسه. بنان با یک صحبت مختصر دیگه که امی هم اوضاع فعلی جهانی ما را نشان میده، کلام خود اختتام میبخشم. گرچه دردهای ما گفتم 5 سال پیشتر از این که تمام این ملت به این بدبختی دچار شود، 5 سال پیشتر یعنی 50 سال قبل ما به اینمی فقر و تنگ دستی مواجه بودیم که امروز ملت افغانستان دچار است. ما اینمی رقم سرمایه پدر ما ضبط شده، خانه ما تلاشی شده، در پشت دروازه خانه ما برای 3 ماه مکمل پلیس استاد بوده، گناه پدر ما چی بوده؟ حق گفته، اینمی مسائل گفته که پدر ما زندانی شده و پدر ما را اجازه ندادن که آثارش نشر شود. در زندان هم زندان او مکتبخانه ساخته بود، در اونجا هم قلم و کاغذ بود و نوشته میکرد. ما قلم در نیچه قلم در نوش پیاز برشان روان میکردیم و کاغذ تشناب اینا روان میکردیم که در اون نوشته میکردن، در بالش بر ما روان میکردن. اقدر اختناق در اون وقت داودخان که بعضی ها امروز میگن که داودخان یک شخصیت وطن دوستی بود، درست است وطن دوستی داشت، مگر حس قدرت طلبیش بالاتر از وطن دوستیش بود. جنایت را که داوود مرتکب شد، شخصیت های خبیری را که داوود زندانی کرد و توسط عمال کمونیست از بین برد، این تاریخ نمیتونه فراموش کنه. جناب علامه صاحب بازم در یک اثر دیگه شون نوشته میکنه، بیشک پس از یک جهان کشت و خون بنیاد دودمان خیش را برکنیم و آنها یعنی استعمارچیان جهان شرق و غرب چون مرغ جنگان و بودنه بازان بر سر روی پرخون ما تف کرده و بدین نوا تسلیت داده و به جنگ تشویق کنند. ما دیدیم که حساب شوروی چی کرد و امروز امریکا چی میکنند. دیگر چیزی نخواهم دید و انتها تلطف طرف فریقین بر مقتولین تأسف و بر مجروحین یک مش تف باشد. این است آخر کار ای قوم هوشیار و ای گروه بیدار و ای چوچگان قوم شجاع نامدار و ای زادگان کوسار. هشدار هشدار که تأسف نتیجه ندهد پایان کار. و من الله التوفیق و علیه التکلان. بسیار تشکر دکتر صاحب بزرگوار. در جریان صحبت شما بگوین دکتر صاحب لیلما که در جبهه نام مستعار داشت به نام دکتر سمیه معروف بود و ایشان اولین کسی است که در دوران جهاد شفاخانه مجهز در بامیان با علمیت و توانایی تأسیس کردند. ایشان دختر یکی از شهدای بی‌مزار است که فضیلت‌های زیاد داشت. بنا به کمبود وقت ما از ذکر از او می‌گذرم. انشاءالله که بزرگوارا وارث شهدا غیرت بکنن، رادیو کتاب همیشه در خدمتشان است. دکتر صاحب سمیه تشریف دارین؟ خب گوی دکتر صاحبم قطع شد. از حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای زکی حسینی تقاضا میکنیم که یک مختصر فرمایشات داشته باشه، بعد نوبت میرسه به خانم مجددی و سوالات دوستا. با عرض سلام و تسلیت خدمت خانواده شهدای عزیز و همه ملت افغانستان. در قسمت شهید گفته شده که شهید کسی است که با خون و جان و مال خود برای اثبات حقیقت شهادت میده و در این راه تا پذیرفتن اهدای خون خود پیش میره و در نتیجه جان شیرین خود از دست میده. ما غیر از اینکه شهید داریم، شاهد هم داریم. شاهد کسی است که همین کار انجام میده و در عین حال زنده است و خوشبختانه که در همین حلقه ما اینطور احساس میکنیم که خانواده های گرامی شهدا روحیه شهدا داشته و خودشان یک شاهد برای اثبات حقیقت هستند. گفته شده که زندگانی بر مبنای اصول مشکل تر است تا کشته شدن در راه اصول. یک شهید در راه اصول کشته میشه، ولی کسانی که امو پرچم همچنان برافراشته نگه میدارن اونا هستند که کارشان بسیار ارزشمند است و چه بسا که در بین شهدا هم کسانی بودند که تمامی عمرشان حاکی از زجرپذیری و سیستم‌جویی با ظلم بودند و بنابراین
امی که امورا را امی دوستا ادامه میتن، در واقع در بسا موارد کارشان بسیار ارزشمند و چی بسا که میتونه که ارزشمندتر و گرامیتر باشه. در قسمت شهدا یک مشکل کلانی که ما داشتیم این بوده که امی شهدای بزرگ ما اگر یک جبهه واحد می داشتن، با همدیگر بیشتر تفاهم و اختلاف می داشتن، اینا می تانستند که در برابر کمونیسم یک صد بسیار قوی داشته باشند. در این حال که هر کدام بسیار فعالیت های در محدوده نفوذگذاری خود داشتند، ولی درسی که ما می گیریم این است که چی روشنفکرای آزاده و چی علمای دینی خردمند و واقعا با بینش، اینا باید صف واحدی داشته باشند در برابر هر کسی که او خود فروخته است، وابسته است، تا باشه که این جناحه که کشته دادن، شهید دادن، همچون یک قربانی را در گذشت، در آینده دوباره متحمل نشن، به خاطر اینکه فقدان این بزرگا برای جامعه ما بسیار سخت تمام شد. همین نکته را میگفتم. یک نکته دیگه می که قرآن کریم تاکید داره که شما را چی شده که در راه خدا و مستضعفین و زن و مرد و اطفال مبارزه و کار و پیکار نمی کنین؟ یعنی روحی دینی یک روحی فعال اصلا منفعل و اثر پذیر، و ما باید مثل امو شهدای بزرگ در راه خدا، که راه خدا یعنی راه خوبی ها و تمامی ارزش های متعالی، از جان و مال و تمامی امکانات خود مصرف کنیم، تا باشه که اگر شهید نیستیم شاهد باشیم. و نکته آخری که ما تقریبا دو سال قبل یک دکومنتری تهیه کردیم در ارتباط با کودتای هفت سال و اهدا شد برای خانواده شهدا، و دوستا اگر وقت داشتن او را ببینن در یوتیوب است تحت عنوان ما و هفت سال. یک سوالی که از خانم زهره مجددی دارم این است که با یک اظهار نظری بسیار مختصر، داوود خان اطور معلوم میشه که بیشتر توسط کمونیست ها محاصره شده بود و بالاخره هم اخفاق شد و استعمال شد و همچون یک فاجعه 26 سرطان و هفت سال را با وجود آورد. ای که با پدر مرحوم شما اینا ارتباط داشتن و گفتن که امروز جنگ بین لا اله الا الله و لینین است، میشه بفرمایید که در مقطع قبل از این مکالمه تلفنی ایشان چقدر از مسائل دینی نقل میکردن، اظهار عقیده میکردن، یا پیش مثلا بزرگان از قوم شما میامدن و در ارتباط با این مسائل یک چیزای میاموختن یا عشر و نشر و مصاحبت داشتن؟ بسیار تشکر جناب حسینی صاحب. خانم مجددی، ما اجازه میخوایم که اینجا یکی از مهمانایی که ما تازه متوجه شدیم به نام علی پرویز، شما بزرگوار خسته گپ زدن دارین؟ ما زور برادرها و خواهرهایی که در اینجا تشریف دارن سلام و احترامات خدا تقدیم میکنم. تشکر حسینی صاحب که به ما وقت دادین. اما بزرگوارای اینجا هستن که ما علاقه دارم بشنوم از اونا داستان های از فامیل های شهدا، همش کلش یکی با دیگه مشابهت های داره، یعنی همه با رنج و یک درد با یک درد و رنج و اینا گرفتار است. ما فقط به یاد از شهدا که ما تانسته باشم در این محفل سهم داشته باشم، فقط یک دو فرد شعر میخوانم برای شهدا، اگر اجازه شما و برادرها و خواهرها باشم. بفرمایید صاحب، افتخار میبخشید. بفرمایید. هرگز هرگز نمرده ای و نمیری تو ای شهید، هرگز نمرده ای و نمیری تو ای شهید، تو مرزبان زندگی جاودانه ای، همچون سحر که مژده دهد از طلوع روز، تو مژده آور ظفر بیکرانه ای، بر بارگاه ظلم توی سیل بی امان، در نای داد زمزمه عاشقانه ای، روشن بود ز موج فروغ تو راه ما، بر مشعل امید تو سرکش زبانه ای، این افتخار بر تو گوارا که از شرف، این افتخار بر تو گوارا که از شرف، خلوت نشین بزم خدای یگانه ای. بازم احترامات تقدیم میکنیم و روح شهدا را جاوید میخوایم. تشکر. تشکر از شما. شعر از محمد حسین بهجتی است. خانم مجددی، مایک با شما.
تشکر آقای موسینی. اول جواب سوال شما رو میتیم، مرا از خاطر تاریخ گفتین که کدام تاریخ بود، ما رفتم به قرآن شریف پیش والدین بود آوردم، اینا نشته کردن اولی که یوم پنجشنبه 28 جدی ساعت 10 بجه شب ما رو گرفتار و به ساعت 6 بجه صبح یوم جمعه 29 جدی در پرچرخی داخل شدیم سال 1357. باز نشته کردن یوم سه شنبه 8 جوزا ساعت 10 بجه شب الا تا ساعت 4 بجه صبح یوم چهارشنبه 9 جوزا کشتار بود. باز نشته کردن که سنه 1358 44 سال پیش دیگه بوده. باز نشته کردن روز سه شنبه 2 اسد ساعت 12 بجه باز 1358 از پل چرخی یعنی از زندان مارها شدیم و به خانه آمدیم. قرآن شریف هموش ها که ما را بندی کردن سر دروازه افغانستان کل ما شما ما اینجا هم دارم سر دروازه های ما قرآن شریف ماندگی سمید قرآن شریف در سر دروازه بود خورد بود امیر گرفته بودن و امروز یک قلم داشتن. یکی از همشیران ما پیشترم گفتم که قلم اصلا در زندان اجازه نبود، ما هم که خط نشته میکردن در کاغذ تشناب نشته میکردن باز در زیر دامن یا پیران که روان میکنن پس از زندان بیرون دو میدوختن میدوختن باز مثلا اول میدونن که پیران ها یک ذره کوتاه است اگه میتونین دراز کنین کنا بفهمن بازم تو از بیرون هم اپل شرخی پس به کاغذ تشناب چون که نرمی بود نشته میشد میامدن. ما پیشتر استاد گرامی بودن راجع به داود خان. وقتی که داود خان سر قدرت بود من بسیار خود بودم، اما خوشبختانه والدین بسیار زیاد کوشش داشتن که ما باید فراموش نکنیم که ما کی هستیم، از کجا هستیم و تاریخ ما چی است. غلطی هایی که در وقت حکومت داود خان شد، حتی در وقتی که ظاهر شاه با حکومت بود و داود خان صدر اعظم بود، از او غلطی ها کل ما شما معلومات زیاد داریم و این معلومات هم شاید تعداد زیاد امروز که در مجلس حاضر هستن فامیل ما را میشناسن میفهمن که قطع هر روحانیت قطع خانه های مذهبی خشونت ها زیاد بود در دوره داود خان که حتی در خود قلعه جواد سرکبندی کردن در منطقه که خانه ما بودن کنجا امی چهار دیواری قلا و یا از بین باید بره و سرکا بیاین و نقشه شوه و ای چیزا در وقتا تیر شده انال. اما او شو امی شو امی واقع رخ داد. از تاریخ تا جایی که من خبر دارم والدین گفتم که در افغانستان بسیار زیاد دوره داود خان غلطی ها شد تا وقتی که به خیالم یا بر عمره رفته بودن یا بر حج رفته بودن وقت یک چیز کمک قطعی از مملکت های عربی برشان شده بود و گفته بودن که ما میخواییم که شما از اتحاد شورایی از خلقی ها پرچمی که در افغانستان هستن از کموس رسایی که به افغانستان از دوری کنین و امام سبب شد که اینمی ها همگی زندانی شدن و صبح کودتا رخ داد. والدی ممیش میفتن کاش که اینا رو زندانی نمی کرد، اگر مو شو اینا اکمه ادامشان می شد شاید صبح کسا نمی بود که کودتا می کرد، 2 میلیون افغان بیگنا شهید نمی شد. امی معلومات است که مراجع به داود خان بر شما داده می تانم. ای که دا آخرت کدام رتبه داود خان برده یا ای که به غلطی هایی که شده گناه هایی که شده در گذشته خدا چی فیصله می کنی؟ این فیصله را ما شما به خدا بگذاریم. ما شما انسان هستیم قدرت زیر نداریم فیصله کنیم که چی می شه. موضوع اسدالله سروری را یکی از دوستای ما یاد کردن. اسدالله سروری در زمان کرزی که محاکمش بود شخص خودم در محاکمه که ویدیوی خود از آلمان ما و والدیم روان کردیم ویدیوی ما را به محاکمه ماندن شهادت داریم سر اسدالله سروری و اسدالله سروری حکم اعدام بشد در زمان کرزی. ای که باز چی فیصله شد و حکم اعدام از ایره به عمر قید تبدیل کردن ایره من نمی فهمم.
اما دمو محاکمه که شدن و خودم و والدیم شهادت داده بودیم، از دیگه اعضای فامیلم در محاکمه حاضر بودن که در قادشان خسرمون بودن که از آلمان رفته بودن اونجا می بودن. ویدیو رو روان کردیم و اساس مو ویدیو باز اشخاص که بر ما کار میکردن اموشا بندی خانه بودن و کتاب جواندان اسناد است یا سند است من ببخشین پشتو رو سعی یاد ندارم، در میام لست میکل جایی که به نام اسدالله پیلوت هست یا ایس امضا کرده، هزارها فامیل اکمیدامشان ای شخص کرده. و یک وقت شنیدیم که از بندی خانه رها شده و در منطقه میکرویان جای می باشه، قدرتش کس نداشت که چیز کنه دیگه، حالا نمیفهم که زنده است مرده است بندی است، معلومات ندارم که برتان بدم، اما اون وقت شهادت دادیم و اکمیدامشان شد. بسیار تشکر دکتر صاحب فخرالنسا، دست بالا کرده، بفرمایید. بارت تشکر از خواهر عزیز ما زهره جان مجددی. من یک سوال داشتم، یکی خو نام کتاب نگرفتن، می کتابی که گفتین که نام تمام زندانیان نوشته شده و گفتین به پشتو است، ما متاسفانه او رو نخوندیم، اگر لطف کنن امور رو به حساب نامش بگیرن و اینکه من چطور میتونم اگر پی دی اف شاسو رو برام روان کنن. دومی که چون اینا شاهد عینی هستن که در زندان بودن و زندانیای سیاسی زمان داوود به زندان پرچرخی به نام زندان خطرناک انتقال شده بودن، یعنی وقتی که ما به زندان پرچرخی می رفتیم تا ماه جوزای سال 1357 لباس پدر ما از زندان می گرفت، در زندان دیمزنگ می گرفتن، یعنی به این معنی که از وقت گرفتاری پدرم تا وقتی که به حساب کودتای منحوس هفت ثور شد پدرم در زندان پرچرخی بود، پرچرخی نبود بلکه در زندان دیمزنگ بود. هر هفته روزای پنجشنبه از ساعت 1 تا 5 ما با ملاقاتش می رفتیم. کودتای هفت ثور که شد، هفته اولش به حساب ما را نموندن به خاطر که اوضاع خراب بود. هفته دومش یعنی 15 ثور آخرین باری بود که ما پدر دیدم و بعد از او باز تا ماه جوزا پدرم در زندان دیمزنگ بود و لباسش می گرفتن. بعد از او وقتی ما لباس بردیم گفت که هیچ زندانی های دوران داوود انتقال شده به پلچرخی و اونا دوسیهشان بساب مرور میشه و اینا آزاد میشه. وقتی ما در زندان پلچرخی رفتیم اونجا هم خو یک سرای حشر بود، وقتی با پدرم کارا و لباس روان میکردیم نوشته میکردن که زندانی های خطرناک در بلاک 1. و سوال ما از شما ای است که آیا شما شاهد بودین، چقدر نزدیک بودین، از این زندانی ها معلومات دارین؟ و همین حرفی که پیشتر گفتین که والده شما خداوند غریق رحمتش بکنه که در 8 جوزا و 9 جوزا نشته کرده که اونجا کشتار صورت گرفته، آیا امی کشتار شامل حال زندانی های دوران داود خانم بود یا نبود؟ به خاطر که من نام پدرم در لست شهدای 10,000 و لست 5,000 و در هیچ جای من نیافتم، گرچه به حساب ارادتمنداش کمرای زندانی شده بود اونا را نامشان را پیدا کردم، مگر نام پدرم در هیچ کدامش نبود. من میخواهیم که شما من حیث یک شاهد عینی لطف کنید امیر بگوین که آیا چنین چیزی را شما خبر دارین ندارین. مایک رها میکنم. زندانی های خطرناک یا زندان های سیاسی که میگفتن همگی و بلاک اول بودن، اشخاصی که اوشا کشته اموشا و شهید شدن اینا کسایی بودن که زمان داود خان بندی و اما عسکرا میگفتن که اینا کسایی هستن که به یک حساب خوانی گفته میشن یا و به زمان داود خان بندی شده بودن. اینا را به سرویسات پلچرخی چندین بلاک بود، دور ار بلاک دیوالای بلند بود، اینا به بلاک اول به سرویسا آمدن. آیا که اینا از اول به پلچرخی بودن از دیگه بلاک ها به بلاک اول آورده بودن شانه از خارج نمیفهم، اما اینا 100% زندانیایی بودن که از زمان داود خان بندی بودن، زندانیای نو نبودن. همگی تعداد زیادشان اشخاصی بودن که ریش داشتن، تعداد زیادشان اشخاصی بودن که عرقچین که میگیم همی کلاهی را که به کروشین میفکنن به سرایشان بود. و اینا پیشتر راجع به شهادت گپ زدیم که یعنی تفسیر یک شهید چیست. به نظر من شهید ها اینا بودن تا که وقت که از بین رفتن اینا به کلمه خود شهید شدن، کلمه خود خوندن و صدایشان نازو به گوشای کل مخاط باشه. اینا کسای بودن که تا وقت که از بین رفتن کلمه خوندن و الله اکبر گفتن تا که صدایشان خاموش شد. اما اینا کسای بودن که سابق از زمان داود خان بدی بودن، تقریبا 320 نفر هم قدرا بودن. ما اطفال ما خورد بودیم دیگر، روزی 8 ساعت می کشیدن به مولی پلچرخی که افتاو بگیریم و یقین کنین که تقریبا افتاها تیر شد که می رفتیم، روز هم از یک جای خون ببرامد، قدر
در اونجا خون تیز شده بود و بعد از او دیگه کشتار هر روز بعد از او کشتار هر روز بود در داخل خود پلچرخینه امی سرویس ها چند سرویس هر شامی آمدن اسمای بندی ها را می گرفتن باز اینا را به موترها می شاندن باز می دیدیم که موترها طرف پل چرخی در طرف پلیگون می ره باز طرف شام که می شد دیگه امی آتش بازی می بود می فهمیدیم که گله زنه می شن اینا کشتن می شن آیا که اشخاص را که می کشیدن می بردن آیا خودشان را می فهمیدن که کشتن می شن یعنی ایره نمی فهمن اما باید می فهمیدن برازی که وقتی که از آقای کیسر از آقای کرزای کاکاشان هم امرای مبندی بودن به نام عبدالله کرزای بودن وقتی که کاکاشان هم میخواستن که ببرن کدام شبه که بکشن اونا کاکاشان گفتن نبرامدن از امتاق بودن خودم واکم گرفته بودن که تا که یک دفعه سید عبدالله قماندان پلچرخی بود نبیایم و نمبرایم من میخوایم شخصا ازش تشکری کنم باز این قرار است که می شنیدیم دیگه دمری منش در گپ است که شنیدیم باز وقتی که سید عبدالله رفته بود به اتاق باز اونا از کدام جای چاقو چیزی داشته بودن سید عبدالله را چند چاقو زدن باز اونا را در اتاق شهید کردن اونا را دیگر تا سرویس و پلیگو نبردن فرش کردن در اتاق شهیدشان کردن با سید عبدالله بسیار شدید زخمی شد یا باز سید عبدالله از قماندانی پل چرخی پس شد باز به جایشان قماندان دیگه پس سوال اول از دکتر سید مهرزاد میگیریم بعد از عذرا محسنی بفرمایید دکتر سید سلام و عرض ادب دارم خدمت اشراق کننده ها و درود و صلوات میفرستم بر روح شهدا فکر میکنم که در افغانستان هیچ خانواده نیست که از این حکومت غدار در امان بوده باشند یعنی همه خانواده ها یک درد دارن و کسایی را که اونا به شهادت رساندن مردم های حادی نبودن اساتید پانتون بودن علما بودن و بسیار بزرگوارا بودن متاسفانه که در راستای یاد بود از اونا هیچ کار صورت نگرفت خب ما از نسل هستم که در اون زمان نبودم و باید از اونا بدانم هم نسلای ما باید بدانند اما چیزی که ما دانستیم بود که یک بار حقوق بشر یک لیست را نشر کردن که اینها به شهادت رسیدن بار دوم یک بنیاد به نام بنیاد مسلمان آزاده که سید انجینیر سید علی شای حاجی اونا را تاسیس و بنیانگذارانش بودن در خود پلچرخی اونا را تجلیل کردن و بار سوم از همین میدیایی که شما تاسیس کردین حالا که سخن میگین من شنیدم این سه تجلیل ما به یاد دارم اما چی خوب است که بیاین یک کار بنیادی کنیم یک کتاب چاپ کنیم یک ادینی بزرگوارا یک تاریخ بسازیم خوب تجربه کشور همسایه ایران یک تجربه خوب را که باید ما ببینیم ایست که اونا تاریخ شهدای خود را زنده نگه داشتن همیشه یاد میکنم از شهدای خود و فکر کنم راز موفقیت از اونا همین شهدای خود را زنده نگه داشتن و احادیث هم داریم که شهدا را زنده نگه داشتن من خودم فامیل شهدا هستم در منطقه که ما زندگی میکنیم خانه مجدی همسایه های فادر کلامشان بوده ماما هم را در پیش خانهش به شهادت رساندن دختر کاکای پدرم را اختطاف کردن و کشتن زمین ما را گرفتن کالا خانهش افضلامین هم اینجاست این فامیل نیست اگر لطف کنین این را هماهنگ کنین یک تاریخ از شهدا چاپ کنین یک یادآوری از اینا کنین بر نسل بعدی بر نسل ما بر نسل بعدی که میان اینا بدانند که چیز در افغانستان سپری شده و چی ظلم را در حق علما ما اساتید ما و روشنفکرای ما صورت گرفته تشکر یک دنیا تشکر دکتر صاحب بزرگوار رادیو کتاب در خدمت شماست ما شماره واتساپ ما نوشته کردیم و همچنان ایمیل رادیو کتاب شما لطف کنین در واتساپ تماس بگیرین هماهنگ میکنیم همه ای ورثای بزرگوار شهدا ای حق سر ما داره شما وارثان مظلوم ترین شهدای تاریخ بشریت هستید همون رقمی که جهاد افغانستان مظلوم ترین جهاد بود هم رهبرایش ظلم کرد و جهاد و هم دشمنا که بنیادشان بر مبنای ظلم بود انشالله که همه با هم بتانیم صدای از این مظلومیت بلند کنیم و یادآور خوبی های
و یادآور خوبی های عمو مدیرای باشیم که با رفتنشان ریشه افغانستان از آب در آمد. خانم عزرا محسنی، شما سوالتان بفرمایید. دکتر صاحب بازم اگر فرمایشی بود دست بالا کنین، ما در خدمت هست. سلام، عرض ادب دارم خدمت همه استادا دانشمندای گرامی. خیلی خوشحالم که در جمع شما هستم و خیلی خوشحال شدم که خانم زهره مجددی را که خانم تمانمند است صدایش شنیدیم. ما در دوران جوانی خود تلاش کردیم که با می جهلی که بر زنای افغانستان میگذره مبارزه کنیم. گسی که امروز داستان شهدا است، کلگی داستان غمی از شهدا گفتن و هر کسی از درد خود، از خانواده خود، از شهدای خود. اما ما دردی که امروز از امور میخواییم از خانم مجددی پیشکش کنیم که گفتن در یک حزب سبز آلمان عضویت داره، میخوام بفهمم که حزب از اینا در مورد شرایط فعلی که در افغانستان بر زنا میگذره چی تصمیم میگیره و چی فکر میکنه و آیا یه دومدواری برای وضعیت فعلی زنای افغانستان است یا باید امیتور دمی سیاچار بگذرانه. امی سوال مست از خانومه. چرا جواب سوالتان مال یک موضوع دیگر برتان باید ما مطرح کنم. ای لست را که میگین ای لست نام 5000 نفر ها نیست. ای لست است که در این نام 15000 نفر است که در دوران نجیب الله، دکتر نجیب الله به ملل متحد و امبسی انترنشنال داده شده بود. ما اصل از ای لست نام خودم دیدیم، نامای از آی فامیل خودم ای لست دیدیم و ای که پس لسی بود که به فارسی نشته شده بود و پس به لسان الفابت اروپایی یا انگلیسی هم نشته شده و ای لست کاپیش پیش از پولیس امی وار کرایمز که میگن ده هالند است. قسم خبر دارین دو نفر از امی کمانسا به 8 سال 15 سال در اونجا قیدشان هم برامد بندی هم شدن. لست 5000 نفر نیست، لست 15000 نفر نامشان است. دوم، از خاطر تاریخ گفتین و از خاطر شهدا گفتین، من در 2019 دفعه آخر که افغانستان رفته بودم یک بچه صنف 12 بسیار لایق از ما سوال کرد، گفت کمی امریکایی‌ها و روسا رو شنیدیم، امی روسا رو هم شنیدیم که افغانستان آمده بودن و امریکایی‌ها رو هم شنیدیم، یا امیال هستن یا چرا اینجا هستن؟ مفتم آقا خودت راجع به تاریخ افغانستان چی میفهمی؟ گفتم مکتب که ما را درس میدن من صنف 12 هستم، تاریخ تا زمان نادرشاه است، بعد از او درس داده نمیشه. یعنی که بعد از هفت ثور نسلای ما که تا امروز مکتب دوانسان دو سه جنریشن مکتب خلاص کرد، این را دی و خیانت هایی که در دوری کمونستا خلقی ها پرچمی ها شده اینا هیچ معلومات نه. اینا هیچ خبر ندارن که 2 میلیون افغان ما شما شهید شده. اینا ایر خبر ندارن که هیچ فامیل در افغانستان نیست که شهادت نداده باشه، هیچ فامیل در افغانستان نیست که قربانی نداده باشه. از خاطر که همی درس دادن نشده در مکتب هاش. ما وقتی که کتاب های تاریخی که در مکاتب درس داده میشه ببینیم، بعد از نادرشاه دیگر تاریخ افغانستان پیش نمیره. جوان های ما تامو تاریخ راجع به تاریخ افغانستان معلومات داره. اینجا باید چه شوه که در تنبیه اطفال ما مثل که در آلمان از صنف 5 تا صنف 12 اتسم سر مکتب نیست که اینا راجع به دوری هتلر و ظلم که سر یهودا شده معلومات نداشته باشن. وقتی که نسلای ما از تاریخ خود خبر نداشته باشن، یک چیز واضحه است که در یوتیوب یا یک در فیسبوک یک بیانی دکتر نجیب که میبینن پتنرش میگیرن در موتر خود میزنن بدون از این که به حکم خود دست دکتر نجیب چقدر افغان شهید شده، چقدر بیگناه ما شما شهید شده. ای باید از طرف حکومت صمیم خواهش شوه که موضوع ها کتاب های زیاد نشته شده، شاهد های زیاد هستن. سعی کنین یهودا حتی یک شاهد امیال دالمان چند از ماکی ساریم 98 ساله است در زندان بود که یهودا کشته شدن، او هنوز ماکمه سرش روان است، او شخص 98 ساله است که سرش ماکمه روان است. این باید کوشش کنیم که حکومت فیلیار، حکومت که میاید، حکومت های گذشته ما در وقت آقای کرزای، در وقت آقای
اشرف غنی تعداد زیاد از این خود کمونیست ها در قدرت بودن، وزیر بودن، یا هیچ کس نخواست که آقای اتمر بودن، دگا بودن، که اینا خودشان کمونیست ها بودن و تعلیم و تربیه بودن، نخواستن که چیزا نشته شوه. ای باید شوه که نسل های آینده ما بفهمه که در وطن ما چی تیر شده. و همشری ما سوال کردن از خاطر که اجندا یا استراتژی اسم سبزا در مقابل افغانستان چی است؟ اجندا و امی پیشرو کل ازبای اروپایی فلال ایچ در اروپا در حالت حاضر کدام علاقی به افغانستان نیست. انترویو که میشن جواب میتن که نیم، ما باید کوشش کنیم که مکاتب باز شود، ما باید این کار کنیم یا او کار کنیم، اما اینقدر همگی مصروف اوکراین هستن که در اروپا مراسش برتون بگم. می دیروز ما مجلس داشتیم که تا افغانا خود در اینجا ملاقات کردیم، امروشن گپ زدیم، اتر علاقه زیاد فلال نیست. و ایره ما میفهمیم، شما میفهمیم که افغانستان از حساب جغرافیا اگه بگیریم بسیار یک موقع استراتژیک بسیار مهم داره، در از اینکه سرحد کت ممالکای داره که قابل توجه کل مملکت های دیگه باید باشن. سرحد داره افغانستان کت چین، سرحد داره کت اتحاد شوروی سابق یا روسیه، مملکت های اینجا کت پاکستان، کت ایران و بسیار کم بخال کت اندام سرحد داره. از او خاطر افغانستان پس یک روز فکر کنم که یک فیصله بین المللی میشه، اما فلان به می آل افغانستان ماندن، چه موضوع اوکراین مهمتر است، موضوع روسیه مهمتر است و موضوع چین مهمتر است. ازم ما اما مثل ازبای دگاور، مثل رئیس های جمهور دگاور، وزیر خارجه هم عزیز به خود ماست، بسیار زیاد صحبت زیاد میکنن، گپ زیاد میکنن، اما عمل هیچ نیست. موضوع افغانستان تا جایی که من فکر میکنم تا که مثل کمی قرارداد را که امریکا قطع طالب ها امضا کردن، تا امریکا کدام فیصله نکنه از دیگه جای فیصله نمیشه. و امید که خود طالبان بدون از اینکه اروپا یا امریکا یا از به سبزا یا جو بایدن فیصله کنه که مکاتب بر دخترای ما باز شوند یا خانم ها بتانن که برن کار کنن، یک عقل شرعی یک انسان است. انسان هم زن هم مرد، اینا باید خودشان، چون که میگن ما مملکت اسلامی هستیم و بر ما دین مهم است، از این را باید خودشان بفهمند که عقل شرعی یک زن است، از یک انسان است. باید ما کوشش کنیم که یک مملکت که قدر پس رفته هست در آینده پیش بره و مکاتب واس شود، مسجد ها واس شود، حتی حال دختران نمیتونن که به مساجد برن یا به مدرسه برن، قرآن شریف و متن خوانده نمیتونن، اونا بتونن که همین حق را خدا برشان داده از او استفاده شد. و هیچ بنده خدا باید یه حق به خود نده که حق خدا یک نفر بس زاده باشه و حق از من ببره. این امید خود طالبا این کار بکنه بدون از اینکه از خارج سرشان فشار بیاد. بسیار تشکر خانم مجددی. ما یک نکته را عرض میکنم که خانواده های معظم شهدا، شما حق بزرگی به گردن هر که به انسانیت مؤمن است دارین، اما این حق وقتی میتونه ادا شوه که شما هم حرکت کنین. رادیو کتاب بدون هیچ منظوری با رعایت بی‌طرفی رسانه‌ای در خدمت شما صمیمانه. برای هر کدام شما ما آماده هستیم شب و روز برنامه ضبط کنیم. چرا؟ به خاطر از اینکه شما وارثای کسایی هستین که اونا کتاب صلح و آشتی و مدیریت سالم افغانستان بود. من نمیخوایم بگویم حکومت ظاهرخان مرحوم یا داودخان شهید به عیب و نقص بود، ولی به جرأت میتونم بگویم که از دوران نادرخان الی شهادت داودخان تنها 50 سال صلح‌آمیز در افغانستان بود. هیچ گونه تعصب نژادی، مذهبی، قومی من ندارم، افغانستان مثل مادر خود دوست دارم و رادیو کتاب در جهت صلح کار میکنه. عادلی صاحب شما بفرماین، بعد دکتر صاحب مهرزاد. تشکر جناب استاد محسنی با این برنامه بسیار خوب شما. در دلای همه خانواده های شهدا را شنیدیم، ما همدردی خود با یکایک از اینا اعلام میکنیم. من دو تا تکمیلیه در رابطه با فرمایش خانم مجددی و دکتر یونس دارم و بعد پیشنهاد خودم بگیم. خیلی فشرده خدمت شما ارشد در رابطه با تکمیل فرمایش خانم زهره مجددی، در همه خاطرات خود می ریشه بحران و فجایع نیم قرن اخیر افغانستان
امی اختلاف شاهزادگان میدن و امی شاهزاده ها بود که باعث شد افغانستان به سوی یک بحران رو بیاره. ما امروز شاهد هستیم که نطفه احزاب چپی هم در امی دوران اختلافات شاهزاده ها که بعد داوود خان در سال 52 کودتا کرد، نطفه احزاب چپی منعقد شد تا هفته ثور. هفته ثور هم سیاه‌ترین روز در تاریخ افغانستان بود که از هفته ثور تا به امروز متاسفانه فجایع ادامه داره. یک نکته در رابطه با فرمایشم تکمیل این صحبت جناب دکتر یونس، از این عناوین ارزش ها پیشنهاد ما یکی حراست شود. اولا نمی جمعی که اینجا هستیم به حمدالله امینام فعلا در عصر خود ما جز نخبگان نمی کشور هستند. متاسفانه دو تا ایمان در افغانستان بسیار مظلوم واقع شده و به حق شهدا جفا شده، شهدایی که قرآن و روایات تعریف کرده و بعد ما به هر خود مرده لقب شهید میتیم. این واقعا ظلمی به شهدای کتاب دکتر نجیب که خب همه میدانه که در دوران ریاست خود بود ظلم و جنایت و کشتار دکتر نجیب خب همه خبر داره. همی مجاهی در توفنگ بدوش و اینا را آمدن کلمه مجاهی در صورت که جهادم یک عنوان بسیار مقدس و این متاسفانه بسیار آسیب پذیر شده. پیشنهادی که ما داریم در امید جمع که امید جمع از اودش برآمده میتونه، دو تا پیشنهاد داریم. یک پیشنهاد یکی افغانستان مخصوصا در امید عصری که ما و شما هستیم به یک تاریخ شفایی نیازمنده. ما نیازمند یک تاریخ شفایی هستیم. خاطراتی که خانم مجددی صحبت کرد من بسیار برای من جالب بود، با اینکه امی خانواده 180 نفر از اعضای فامیل خود از دست دادن و یک فاجعه بسیار بزرگه و نخبگان ما داشتیم. من فقط از یک صحبت میکنم که در دوران ظاهرشاه در زندان بود، مثل علامه فیضانی هم تو دوباره علامه فیضانی صحبت کرد، آیت الله عظمای شهید واعظ که یک از بزرگان بود که ابراهیم مجددی، مولانا ابراهیم مجددی که ما در همون کتاب شهدای نخبه هم از ایشان یاد کردیم که اینا در همون مدرسه محمدی با آیت الله واعظ ارتباط داشت. ایشان در زندان یک قلم پلسین داشت، یک پلسین. کاغذ هم چی کاغذ هایی بود؟ همون قدیم رسم بود دیگه، در همی میوار می بود خلطه ها یا پاکت های کاغذی، اما نار شماره می زد. بهترین کتاب خاطرات زندان بدون هیچ منبع نوشتینا واقعا نخبگان ما بود. یا علامه شهید ناصر که در بارش خاطرات صحبت کرد، واقعا شخصیتی بود که با همه اتفاق ها و جریان ها و شخصیت ها فراتر از مسائل قومی و مذهبی حرکت میکرد. در مجموع اینا نخبگان بودن که متاسفانه امروز ما در خلای رهبری هم که قرار داریم جای از اونا واقعا خالیه و ضرورت داره که ما یک تاریخ شفایی اینا از سینه تاریخ فراموش نشه. و امیر رقمی خانم مجددی گفتن امروز باید یاد و خاطره اینا در کتابی در کتب مکاتب محصلین دانشجویای ما باید آشنا میشد. امروز متاسفانه قطع رجال شده در افغانستان و این همه خیانت هایی که ما امروز شاهدش هستیم به خاطر از اینه که متاسفانه جای او شخصیت هایی که واقعا دلسوز بودن، مدیران اجتماعی خوبی بودن برای مردم ما و جرمشان هم مسلمان بودن و خدمتگزاری اونها در بین مردم افغانستان بود، اینا به یک تاریخ شفایی نیاز داره که در اینمی اتاقی که ما و شما فعلا صحبت داریم ما پیشنهاد ما اینمیه که استاد محسینی را ما تشکری میکنیم که زمینه را فراهم کرد و این تاریخ شفایی هم امکانش است. مورد دیگه ای که ما قبلا البته این را پیشنهاد کردیم، ما به یک نهاد دادخواهی نیازمندیم، یک نهاد دادخواهی دائمی. متاسفانه پروژه عدالت انتقالی که به وجود آمد هیچ کاری را نتونست، به خاطری که از طرف حقوق بشر ما قبلا هم گفتیم دکتر سیما سمر عضوی از او بود که خود از او در یک جریان در یک حزب در یک تشکلات بود که او خودش متهمی به جرایم جنگی بود، به جنایت جنگی متهم بود، لذا او نمیخواست که
این کار صورت بگیره. لذا من پیشنهاد ما اینه که خانم مجدده فعلا که در آلمان هستن و زمین امکانات خودشان استفاده کنه، دوستام هم کاری کنه، در همینجا صدای همین خانواده های شهدا رو بلند کنه. و ما یادم است آقای مرحوم پروفسور مجددی که در حسینیه عرفان که آقای ناصرزاده در خدمتشان هستیم، بانی جلسه بودن، در اونجا وقتی صحبت کرد ایشان خیلی پیگیری کرد این قضیه باید دادخواهی شود از طرف خانواده شهدا. متاسفانه اثر عملی نداشت و امور رقمی که خانم مجدده اشاره کرد در بدنه نظام و حکومت اینمینا به قدرت اصلا همین فاجعه دهه 70 به خاطر حضور اینمی جریانای چپی که در جنایات دست داشتن اینا بودن. من پس بنابراین دو تا پیشنهاد خدمت حاضرین در اینمی اتاق دارم. یکی، افغانستان مخصوصا نخبه های ما و شما به یک تاریخ شفاهی نیاز داره که این کار شدنی است و امکانم داره و این کار باید صورت بگیره. مورد دوم، یک نهاد دادخواهی کمی قضایا پیگیری شود. متاسفانه این زخمای کنر امروز مردم ما فراموش کرده. بیشتر از این من مزایم شما نمیشیم دیگه. اگر یک کمی صحبت ما طولانی شد، از گرداننده برنامه جناب استاد محسینی خیلی عذر میخواییم. خواهش میکنم عادلی صاحب، بزرگوار هستین شما. دکتر صاحب مهرزاد، دست شما بالاست، لطف کنیم بفرد. با سلام مجدد، بسیار پوزش میخوایم. با ادامه صحبت قبلی، من دو پیشنهاد داشتم. اگر امی اتاق اعضایش و دیگه اما هنگ کننده یک جاشیم با امارات اسلامی یا امی طالبان یک پیشنهاد بتیم که یک روز را ثبت جنتری کنه که هیچگاه فراموش نشه به اون روز. و دومی که فعلا بخش کلتوری و فرهنگی طالبا دست به ساختمان ها و چارایی ها و بعض جاهای دیگه دادن، اگر ما شما یک نقشی را بتانیم ساخته که یک جای را به نامشان مسمان کنیم و روی دو مثل یک منار وارد اسم شهدا را بنویسیم که هیچ وقت به نظر ما فراموش نخواهد شود. و این توسط انجینرهایی که آشنا هستند از این فامیل شهدا است اینا دیزاین شوه و یک جای خوب را انتخاب کنیم که اسم همه شهدا در وجه درد شوه و بتانیم که به نسل آینده این انتقال بدیم. اگر که از طریق می اتاق شد به نظر من خوبتر است که کسای اگر دسترسی داره با حکومت پیشنهاد کنند ثبت همی گفتم جنتری سالانه ما شوه و هر روز که همی یک روز تعیین شوه تجلیل شوه به نظر من خوبتر است. و فعلا از این شهدا تنها از کسایی که تجلیل میشه از علامه فیضانی است که توسط بنیادی که ساخته شده تجلیل میشه و دیگه شهدا اونقدر تجلیل نمیشه. خدای نخواسته، خدای نخواسته، بعدم خدای نخواسته به فراموشی سپرده نشود. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. پیشنهاد خیلی خوب دکتر صاحب مهرزاد، یک دنیا تشکر. امو رقم که شما فرمودین متاسفانه شهدای ما فراموش شدن. خانم مجددی شما فرمایش دارین؟ اگر نه برنامه رو ختم کنیم. بسیار زیاد تشکر که موقع دادین که هم بگیم ما شما گرده هم بشینیم، اگر زمان بود درد دل کنیم و دعا کنیم برای پدرای خود، پدر کلانای خود، کاکای خود، باقی اعضای فامیل ما که هستن، از کل ما شما و انشالله اونا رو جنت نصیبشان که در مرگ حق است. یک روز ما شما میریم با ایمان از این دنیا بریم و کمک کده بتانیم تا که نسلهای آینده ما از تاریخ پر از خون دوره بعد از هفت ثور معلومات داشته باشن، بفهمن که چقدر اعضای هر فامیل افغانستان از بین رفته، چقدر شده. غیر از این که ما شما راجع به موضوع شهدا گپ زدیم، یک موضوع مهم بسیار دگام است، فامیلا از بین رفتن در افغانستان، پدرها شهید شدن، اولادا تیت شدن. یک بار بیادر استرالیا رفت، دیگر بیادر لندن رفت، یک بار رفت به کانادا، دیگر نفر رفت به هر جای کار کس خود پانس کشیدن، امیرشتای فامیلی از بین رفت. ولی امکانش هم نیست که هر ماه یا هر سال یا هر شش ماه بعد اعضای فامیلی که تیت افتادن به قرای مختلف از این دنیا هم دیگر رو ببینن.
یعنی سیستم فامیلی و سیستم زندگی فامیلی قسم که در افغانستان بود که اما بود، خاله بود، کاکا بود، همه گی یک جایی بودن. یعنی سیستم زندگی ما و شما بلکل از بین رفت. شهیدهای ما رو شهید کردن، یعنی سیستم های زندگی ما و شما رو از بین بردن. من بار اول که افغانستان رفتم سنه 2003 بود که 23 سال بعد داخل شدم، مادر مموج گریه کردن، گفتن که من در وطن خود آمدیم سعی کنم هیچ کسا نمیشناسم، کلگی خارج هستن، کلگی بیرون رفتن، دوستا، آشناها، فامیلا یکی یک طرف، یکی دیگر طرف. من در آلمان زیادتر من فامیل دارم، دوست آشنا نسبت به افغانستان. اتو اینا ما را از بین بردن، نسل نسل ما را از بین بردن، که در اون ما شما هم کسا هستیم که شریک هستیم که تیت و پرک شدیم و نسلای آینده ما در مملکت های خارج در اروپا امریکا کلان میشن، شاید بسیار به یک نظریه دیگه و به سیستم دیگه کلان شوند. اما کوشش هم امید که حکومت فعلی یا حکومت های آینده که می آین یک سیستم درس بر جوانای ما باشه، بر مکتب ما باشه، که از سالی خود خبر باشن، که تا وقتی که راجع به این موضوع در این مکتبات داده میشه تا وقتی خواهد فراموش هم نمیکنه. روز که گب زدن آم شد و ما نسلان مگروز به دنیا نباشیم، نسلان آینده از این گذشته هم باز خبر نمیداشته باشن، نمیفهمن که چی واقعا رخ داده چی نداره. بسیار زیاد تشکر آقای محسنی که موقعی دادیم که من در پروگرامتان به سلام احترامات خود به همه گی میرسانیم. برای همدیگه دعا کنیم که خدا کل ما شما را صبر جمیل در نصیب ما کنه و دهاینده اوقات که سر ما رخ داده سر دیگه اشخاص های ما افغان ما خواهد در دیگه دنیا اتواقا دیگه رخ نده، آسان هم نیست که تو خاطر آدم زندگی کنه، یا هم بسیار چیز آسان نیست. خود خدا طاقت بدیم و که بتانیم که نمانیم که سر نسلای آینده ما ظلم، که سر ما شما شده سر نسلای آینده ای ظلم شده. بسیار زیاد تشکر. تشکر خانم مجددی، خیلی لطف کردین. تشکر از شما که با وجود مصروفیت های زیاد دعوت ما را قبول کردین. رادیو کتاب همیشه در خدمت شما حاضر است. دکتر سید فخرالنسا خیلی کوتاه بفرمایید. تشکر از همه عزیزا. فقط یک سوال مختصر از جناب خواهر ما خانم مجددی دارم که یک دفعه آوازه شد در سالهای 94 که یک نفر از اعضای فامیل شما که به سایبریا از طریق بسیار دولت روس انتقال شده بود از جمله زندانی های سیاسی، ما همه تو شنیدیم که اونا کدام خط روان کرده بودن. آیا شما در مورد انتقال زندانی های سیاسی به سایبریا از طرف حکومت کمونیستی افغانستان و شوروی کدام چیزی شما شنیدین؟ آیا این واقعیت داره یا نه؟ نه خیر، نه، از این هیچ کدام سند نیست، این کدام آوازی غلط هم بوده. برای که وقتی که من در 1985 من آلمان آمدم، چند وقت شاید 20 سال پیش ما یک وزیرم داشتیم عزیز به سبزا به نام یوشکافه شک و بسیار زیاد افغانستان میرفت، وقت جهاد بود که مجاهدین یا کمک میکردن، او سفر داشت به روسیه. من خودم شخصا امرایش تلفنی کبزدم و خالمانی رو مثلا یاد نداشتم، من رو گفت میتونی امرای من بلسان انگلیسی هم گپ بزنی. او باز اعضای فامیل هم میشناخته پشاور، او رفت روسیه. او وقت به خیالم سر قدرت فکر کنم که هنوز برژنف بود یا بعد از برژنف کسگه بود پوتین یا نبودن. پس که آمد گفتنی هیچ زندانی از افغانستان به روسیه در مقصال انتقال داده نشده. از فامیل خود ما بعد از 11 سپتامبر که به امریکا رخ داد، اما جنرال مسئول کی جی بی که در افغانستان بود، که یعنی بساب سن خردترین جنرال کی جی بی بود، بساب سن خرد ترقی زیاد کرده بود و مسئول افغانستان بود، او اون وقت یک آرتیکل نشته کرده بود. او وقت هنوز او در روسیه زندگی نمی کرد، یک 10 سال شده بود که از روسیه فرار کرده بود و به امریکا زندگی می کرد و در یک قشله عسکری امریکا درس بر عسکری می داد، یعنی هر کس رو دیدم نمی دانست. او یک آرتیکل نشته کرده بود که می پرالیلا یا او زمان افغانستان و بعد از حمله 11 سپتامبر که امریکایی ها رفتن کوشش کرده بود که راجع به زمان معلومات بده و گفته بود که این پروگرام که امریکا داره که عسکری ها به افغانستان روان میکنه شاید کامیاب نشه. باز یادآوری کرده بود از فامیل ما، گفته بود که اینا فامیلشان در ماسکو بودم، وقت تلگرام میامد که تلگرام آمد و که دو تلگرام نشته بود که از جناب محترم حضرت صاحب
پدر کلان ما، کاکایم، سه کاکایم، پدرم و باقی فامیل اینا ده 18 جنوری 1979 زندانی شدن و ده 22 جنوری یا 4 روز بعد اینا همه که شهید شدن. باز ما بسیار زیاد کوشش کردیم که از اونا تماس بگیریم، یک شخص تانست که بتانه بره در واشنگتن رو ببینه. باز همی گپ هم تصدیق کرده بود، گفته بود که امیتر واقع رخ داده بود، بود همی آرتیکل خود نشتام کرده بود که امر کشتنشان و یعنی در وقت کشتنشان خود همی بدبخت سروری بوده. باز اما یک سند بود که باز ما در محکمه پیش کردیم، چون که جنرال بسیار کلان کی جی بی که باز فرار میکنه و امریکا میره و در عقب کنه میباشه در روسیه، حکم 20 ساله بندگیش چی میشه صادر میشه، او یک جنرال بسیار مهم روسی یک چیز بازیست که دروغ نمیگه. باز امو سند هم در محکمه چی ما پیش کرده بودیم دوره سروری. از او خاطر فکر نکرد که فامیل ما بسوی روسیه رسیده بوده باشن، برای که از ما از روز که فامیل ما زندانی شدن شاید دیگه ازرات مجددی ها که از شهرهای دیگه بودن شاید اونا بسیاری پس آزاد هم شده باشن، به زندانهای مختلف هم شاید بوده باشن. فامیل ما که امو شاید که از قلعه جواد بودن، پدرم بودن دکتر محمد یعقوب مجددی، بیادر کلانشان بودن اسماعیل مجددی، بیادر دومشان بودن هیساق مجددی، بیادر خردشان بودن زیا مجددی، پدر کلان بودن جناب محترم از رس محمد ابراهیم مجددی بودن، بچه مامایشان بودن سید آمد مجددی که اونها در وزارت خارجه هم کار میکردن و اینا را امو شو از امو قلا و شاور امین بودن فضل محمود مجددی از قلا اینا را اموشا بردن. باز جوانای فامیل که در قلا نبودن اینا صبح که رفتن به وزارت داخله همه گی جمع شدن که در قاتونا دکتر صاحب از امجان مجددی بودن که تحصیلات خودم در فرانسه کرده بودن و باز جوانای دیگه اینا که صبح رفته بودن 20-25 نفر در کابل که پرسان کنن که چی واقعی رخ داده. اینا از امو خودشان که رفتن بدبختانه با پای خود به وزارت داخله اینا مونجا بندی شدن دیگه، بعد از روز اینا هم گم شدن. باز یک روز بعدش دیگه همطور عمله شد سر ازرات مجددی همون که به هرات هستن و قرار شدگی بلوگر و به شمالی و به کل ولایت های افغانستان که تا بلستایی که پیش ما هستن 169 نفر هستن زندانی شدن و کلگیشان فکر نکردم که در اون 22 تاریخ شهید شده باشم و ما کسایی را از قلعه جواد برده بودن و در امشانی ها تا جای کت میزنم یقیقت داره که 4 روز بعد باید شهید شده بوده باشن، برزی که از اینا هیچ جزی ترین یک مکتوب یک خط یک نشانی هیچ چیز از اینا چی نبود به دست ما نرسید. بسیار تشکر از تمام خانواده های معظم شهدا که تشریف آوردن. یک پیشنهاد نوشته کرده به نام بانو حسینی، ما امیر خدمت شما میخونم و انشالله که باز در فرصت های آینده هرچی که شما پیشنهاد کردین ما در خدمت شما هستیم. فردی جمعی هر بانو حسینی نوشته کرده بسیار تشکر از شما دوستان و خانواده های بیمزار. درد تک تک شما درد ماست و با شنیدن خاطرات شما بزرگواران درد ما هم یادآوری شد. واقعا ما نسل جدید درباره تاریخ مظلوم افغانستان بیخبریم و با سازماندهی درست باید یاد این شهدا را زنده کنیم. پدر بزرگ بنده هم در دهه 60 از شهدای بیمزار آن زمان است که هنوز چشم به انتظار آمدنش هستیم. خداوند روح تمام شهدا را شاد کند. رادیو کتاب یک رسانه بی‌طرف است. بی‌طرفی رسانه‌ای را حفظ می‌نماید و امانتدار اطلاعاتی است که شما بزرگواران از این طریق با مردم مظلوم افغانستان در میان گذاشته اید. اگر از این رسانه نام کسی برده می‌شود، طرفداران یا آن کس و شخص می‌تواند بیاید و از خود دفاع کند با کمال آزادی. حتی اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان که بنا به نص تاریخ آتش افروزان این جنگ بودند می توانند از خود از این رسانه دفاع کنند. ما به حکم قرآن آزادی را برای هر کس قائل هستیم.
رادیو کتاب نیاز نسل امروز و فردا.